جشن خوبی بود؟ شاید یکم خسته کننده بود، فقط برای ما هر دفعه جشن میگیریم و برای تک تک افرادی که اینجا تعمید میگیرن واقعا خوشحال هستیم. و طبق کلام خدا میگه که هر کسی که یک شخصی که نجات پیدا میکنه در آسمون، در حضور فرشتان، در حضور خداوند یک شادیه. من فکر میکنم اینجا ما که اینجا با هم پرستش میکنیم، کاش که خدا قلبهای ما رو باز کنه، قلبهای روحانی، ببینیم که الان تو این سقف چقدر پر از فرشته های خدا هستن، حضور خدا، عیسی مسیح پدر آسمانی و روح القدس که اینجا با هم جشن میگیرن. خسته نباشین. چیزی که میخواستم در موردش کوتاه صحبت کنم، طولانی نخواهد شد چون گرسنه‌ام هستین. خیلی هستن که میان تو کلیسا و میگن که من میخوام مسیحی بشم. مسیحی شدن مثل این که میگن که واقعا کلیسا رو میبینیم چقدر خوبه، چقدر زیباست، ما هم میخوایم مثل این که یک عضوی بشیم در این کلیسا. مثل تقریبا مثل یه سازمانی هست یا یک کلوبی هست و درست تصویری ندارن که مسیحیت یعنی چی. تقریبا مثل این که یک کسی که میره دانشگاه و میگه که من میخوام پزشک بشم، من میخوام درس پزشک رو بخونم. اینا به هر حال میری اونجا، فقط میگه که من میخوام برم اونجا شرکت کنم و نگاه کنم توی این سمینارهایی که میذارم، فقط اونجا باشم، بین خودشون باشم. بلکه زمانی که میری اونجا و میخوای یک شغلی بخونی، اونجا به هر حال درس رو میخونی و بعد از اینکه درس هم خوندین، تمام کردین، به درد نمیخوره اگر نه شروع کنین به در این شغل خدمت کنی. درسته یا نه؟ چه فایده داره من میرم دکتر رو میگیرم، پزشک میشم و مثلا کلان بعد از اینکه تمام کردن مثلا در این شغل جراحی نمیکنم؟ یا کسانی که مخصوصا که قلب دارن برای پزشکی، مخصوصا میخوان انسان به انسان، به مریضی ها، بیماری های انسان خدمت کنن که شفا بگیرن. پس هدف یک شخصی که واقعا میره دانشگاه اینه که یک روز این شغل رو تمام کنه و بتونه خدمت بکنه. و مسیحیت هم که نگاه میکنی، مسیحیت یه چیزی نیست که من الان یه چیزی رو به دست آوردم و میام اینجا جزء یک مشارکتی میشم، بلکه زمانی که اوایل افراد در قرن اول این پنتیکاست آمد و تقریبا 3000 نفر اونجا تعمید گرفتن و تعداد زیادی ایمان آوردن به عیسی مسیح، اونجا هنوز هیچ اسمی نبود که مثلا بگین که ما اینا مسیحی هستن، بلکه به هر حال میخواستن توضیح بدن اینا کی هستن. میگن که اونهایی که در راه هستن، اونها یه چیزی رو پیدا کردن، دنبال یه کسی هستن. و بعد از این در اعمال رسولان میبینیم که اونجا میگن که اولین ایماندارها که صدا میکردن اون موقع میگفتن مسیحی ها. یعنی مسیحی منظوری نیست که الان یه تیتره که به تو، یا تیتله که به تو داده شده، بلکه مسیحی ها یعنی مسیحی یعنی من متعلق به خدا هستم، با عیسی مسیح هستم، من مال عیسی مسیح هستم. مثل اینکه میخوام بگن که من مال دیگه خودم نیستم، من مال عیسی مسیح هستم. فرق میکنه نه؟ فرق میکنه از اینکه زمانی که مثلا میگه من مسیحی هستم، معمولا که حتی توی جامعه، توی سر کار، که هر جایی که از ما میپرسن، میگن تو چی هستی، چه دینی داری، ما میگیم من مسیحی هستم. فقط ما مثل این که اینطوری میگیم من دین در دین مسیح اینجا، یا به عیسی مسیح ایمان آوردم در دین مسیح هستم. معمولا نرمال اینطوریه که زمانی که من مسیحی هستم، یا من متعلق به مسیح هستم، من مال مسیح هستم. با این دید باید نگاه کنیم. و زمانی که همینطور که صحبت کردم در مورد پزشک، یک کسی که میره دانشگاه، آخر هدفش اینه که یک روز واقعا بتونه در این شغل خودش خدمت کنه. ما هم زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح و زمانی که مخصوصا امروز هم تعمید میگیریم و همینطور شهادت های عالی که شما دادین، متاسفانه وقت کم بود که بتونین همه شهادت های خودتون بدین. اینا میتونین جلسه خواهرها، جلسه برادرای که اینجا شرکت کنین، اینجا میتونین شهادتات بدین یا جلسه های دیگه. فقط نشون میدیم که خدا چه کارهایی در زندگی ما کرده، چه تغییراتی در زندگی ما انجام شده.
مسیح، زمانی که ما میگیم مسیح هستم، متعلق به مسیح هستم، پس یه چیزی درون من اتفاق افتاده. از امروز به بعد هر کسی که داره میپرسه تو چی هستی، چه دینی داری، زمانی که میگی که من مسیح هستم، پس آگاه باش، تو منظور تو باید اینطوری باشه: من مال مسیح هستم، مال خودم نیستم، من زندگی خودم رو نمی کنم بلکه زندگی مسیح رو می کنم، من نماینده مسیح در این دنیا هستم. این دید باید واضح در زندگی ما بشه، یعنی یا میتونم بگم مسیح باید در من دیده بشه. آمین. موافق هستین؟ و اینه که زمانی یه کسی میاد میگه که من میخوام مسیحی بشم، فقط این نیست که الان تو آمدی توی یه جامعه کوچیکی و خوش میگذاره با هم دیگه درس میخونیم، همه کارا انجام میدی، نه، اونجا دیگه وارد یه بودی دیگه میشیم، وارد یه بخشی از زندگی میشیم. و کلام خدا که در دوم قرنتیان اینجا باب 5 اینجا نوشته، مخصوصا که الان شما تعمید گرفتین، مخصوصا ما میپرسیم میگیم خب تعمید معنی شما، منظور چیه؟ معنی تعمید شما چیه؟ چرا میخواین تعمید بگیرین؟ شما چی میگین؟ من میخوام بمیرم و با عیسی مسیح قیام کنم. آمین؟ این با این دید، با این ایمان تعمید گرفتین، یا امیدوار هستم. یعنی اون شخصی که قبل از این، قبل از نیم ساعت یک کسی بودی، الان یک کسی دیگه بودی، الان نیستی. اوکی؟ یک چی هستی؟ شما در همون لحظه که الان تعمید گرفتین، از آب آمدی بیرون، شما موقع کلام خدا اینجا میگه که الان یک شخص دیگه ای شدی. مسیح در شما قبل از این که شما تولد تازه رو به دست آوردین که تعمید گرفتین، حیات الهی در شما قرار گرفته و شما الان ثبت کردین، شما الان خلقتی تازه ای هستین، دیگه از این دنیا نیستین. مسیحیت یعنی این نیست که الان من مسیحی شدم، بلکه مسیحیت یعنی من خلقت دیگه شدم. من میخوام درست واضح این مسئله رو نگاه کنی که چه مسئولیتی بزرگی ما داریم. به این خاطر پولس اینجا میگه که بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگه او را هم همینطور نمیشناسیم. چون مسیح، همون مسیح که انسان شده بود، مثل ما شده بود، مرده و قیام کرده، الان خوندین حتما زمانی که حتی مریم هم که آمد، شاگردانش آمد، بعضی وقت اون را نمیشناختن، باشون صحبت میکردن، نمیشناستن، فقط خود عیسی مسیح خودشو آشکار میکرد، مثل اینکه چشمای قلبشو باز میکرد، اون موقع یهو متوجه میشن همون مسیحه. و همینطور هم ما عزیزان که زیباترین هدیه که خداوند به ما میبخشه، زمانی که ما قلبمون باز میکنیم به عیسی مسیح ایمان میاریم، اینه خدا از ما یه خلقتی تازه میشناسه، خلقت تازه از ما میسازه. ما دیگه اون شخصی نیستیم. شهادت هایم که شنیدیم، همینطور که گفتیم که پر از کینه بودم، پر از تلخی بودم، نمیتونستم ببخشم، یه چیزی نبود که الان خودش بگه الان من سعی میکنم دیگه این کار رو نکنم. یه اتفاقی در ما میفته، یک حیات الهی در ما قرار میگیره و این حیات ما رو به توبه و بازگشت هدایت میکنه، به آشتی هدایت میکنه. چون اون شخصی که آمده در قلب ما، اون سرور سلامتیه. آمین. و بعد از اینجا ادامه میده، میگه که پس اگر کسی که در مسیح باشد خلقتی تازه هست، چیزهای کهنه در گذاشت، اینک همه چیز تازه شده هست. یعنی مسیحیت یعنی ما زمانی که میگم مسیح هستیم، تو دیگه اون شخصی نیستی. شاید از طریق ظاهر، شاید از طریق فیزیکی هستی، شاید عادتهای تو هنوز هست در تو، فقط از طریق روحی الان تو یه چیزی دیگه شدی، خلقتی دیگه شدی. تو خلقت این آدم و هوا دیگه نیستی، یکم عوض شدی، اصلا کلن وارد یک بود دیگه شدی. یعنی ما وارد یک بود دیگه شدی، ما الان انسان‌های نفسانی نیستیم، بلکه چی؟
روحانی هستیم. به این خاطر میتونیم صدای خدا رو بشنویم. به این خاطر میتونیم در روح با خدا ملاقات داشته باشیم. چون در ما یه اتفاقی افتاده، یه چیزی الهی افتاده و بهترین زیباترین چیزی که انسان میتونه دریافت کنه همون روح خداست و این روح خداست از ما یه خلقتی تازه میسازه. و زمانی که امروز هم صحبت کردم در مورد پزشک، همون یک نمونه ای هست که متوجه بشیم که عزیزان شما هم که تعمید گرفتین چه مسئولیتی الان شما باید داشته باشین. مثل این که الان شما آمدین تو دانشگاه و الان میخواین شغل پزشکی بخونین، درسته؟ سو زمانی که شروع میکنین مطالعه کردن آخرش چی میخواین بشین؟ دکتر میخواین بشین یا چیز کانکنشوستر چی میشه؟ پرستار بشین. آرزوی شما اینه که یک روز میخوام پزشک بشم یا همون پرستار بشم که به انسان کمک کنم، درسته؟ شما هستین اینجا؟ یا در حال در تعمید اینجا در لذت میبریم؟ مسئولیت بزرگی داریم عزیزان. و همینطور هم که زمانی که میگه که ما الان خلقتی تازه هستیم، دیگه در تاریکی نیستیم. این سرودم که هر دفعه میخونیم که واقعا یک سرود خیلی قوی هست که هر چیزی که کهنه بود که گذشته، تمام آشغالها، تمام فکرهای منفی، ذهن منفی، تمام چیزهایی که کینه هایی در ما هست، بدبینی هایی هست، نمیدونم هزار تا چیزهایی هست که ما رو به بدبختی رسونده، خداوند همه چی رو جدا کرده، گفته که الان به شما این روح منم میدم، خلقتی تازه هستین. و بعد از اینجا ادامه میده ما و آیه 18 و میگه که و همه چی از خدا، یعنی هر چیزایی که شما گرفتین و ما گرفتیم و مسیحی هستیم، همه چی از خدا که ما رو به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داد. چون عیسی مسیح آمد ما رو با خدا آشتی داد، صلح به وجود آمد بین ما، این دشمنی که بین ما به خاطر گناه اتفاق افتاده ورداشته، به وسیله اینه که ما آشتی کردیم و اون موقع میتونیم روح خدا رو به دست بیاریم. و آنجا میگه با خدا مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده هست. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطاهای ایشان را بر ایشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما، به شما، به همه ما سپرده. پس برادرها و خواهرای عزیز که اینجا نشستیم و تعمید گرفتیم، شما الان چی هستی؟ ایلچیهای مسیح هستین. پس برادرها و خواهرها، شما ایلچیها هستین که گویا خدا به زبان ما موعظه می کند. بگی من ایلچی خدا هستم. ترجمه فکر میکنم این ترجمه 1009 بود، ترجمه یا برای نمیدونم یادم، فقط اینجا یه ترجمه دیگه میگه پس سفیران مسیح هستیم به گونه ای که خدا از زبان ما شما رو به آشتی میخواند. یا شما الان مسئولیت بزرگی داری. منظور این نیست که میخوام بار روی شما بذارم، فقط بدونین که تعمید گرفتیم و میگین که من مسیح هستم، متعلق به خدا هستم، یعنی مال عیسی مسیح هستم، الان شما صدای مسیح در این دنیا هستین. خوشحال باشین. خدا به وسیله زبان شما که یک روز شاید لعنت میکرده، یک روز فقط بدی میامد، الان خدا میگه که این کلام مصالحه رو در دهن شما رو گذاشته که شروع کنین انجیل رو همه جایی هستین پخش کنین. کسانی که هیچ رابطه ای با خدا ندارن، هنوز دشمن خدا یا دشمن خدا هستن، از طرف دهان شما کلام رو بشنون که اونا انجیل رو باور کنن و بتونن با خدا آشتی کنن و نجات پیدا کنن و یک روز به زبان شما، به زندگی، به وسیله زندگی شما که سفیران مسیح هستین، افراد بیان اینجا تعمید بگیرن یا اینجا نه هر جایی که الان هستن. به هر حال شما که اینجا هستین از یه جایی شنیدین، درسته؟ از یه جایی یک کلامی آمده یا بشارتی شنیدین، شاید از وکیلتون
از وکیلتون شنیدین که برو برو مسیحی شو که اقامت رو بگیری. و برحال خدا رو شو خدا همه ما رو گول می... نه گول میزنه بلکه خیت میکنه، میگم خیت میکنه، میگه آها آمدی برای پاس، یه چیزی بهتری به تو میدم، من آمدم تو رو. این دشمنی که بین من و تو هست به وسیله عیسی مسیح اینجا آشتی بدم. به این خاطر اینجا آخرین آیه میگه که زیرا او را که گناه نداشت نشناخته، یعنی عیسی مسیح نشناخته، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. الان خوشحال باشین که الان در زیر داوری خدا نیستیم، به وسیله عیسی مسیح، به وسیله خون عیسی مسیح، به وسیله این آشتی که با پدر کردین، الان شما عادل جلوی خداوند ایستادین. هیچ قصاصی، هیچ داوری روی زندگی شما نخواهد آمد. فقط مسئولیت بزرگی دارین. نه توی دانشگاه برین اونجا فقط بخونین و برگردین زندگی خودتون رو. دانشگاه رو بخونین، کلام خدا رو مطالعه کنین، توی جلسه ها شرکت کنین. تک تک شما اینجا هستین، پزشکای خدا هستین. خدا به وسیله شما میخواد دنیا رو نجات بده، شفا بده. این دستایی که الان خدا نجات داد، این دستا دستای نوازش باید باشه، دستایی که افراد رو در آغوش بری، محبت خدا رو به دست بیارن، دستایی هست که دستگذاری کنین، دعا کنین و شفا بگیرین. مسئولیت بزرگی دارین. همینطور ما فقط امروز مخصوصا شما مرکز این جلسه هستین، چون شما تعمید گرفتین عزیزان. به این خاطر میخوام بگم که خدا به وسیله شما کارهای بزرگی میخواد انجام بده. شما آدمای معمولی نیستی، نرمال نیستی، شما دیگه از دید دنیا آن نرمال هستین. به این خاطر دنیا به ما مسیح میگه شما اینا دیوونه هستن، و واقعا دیوونه عیسی مسیح هستیم ما. آمین. یک زندگی ماجراجویانه منتظر شماست عزیزان. خادمین کلیسا تو برمن و تو هامبورگ هم ما مسئولیت رو داریم که به شما کمک کنیم، که از شما مردا زنای خدا بسازیم که این ملکوت مسیح، کلام مسیح، انجیل مسیح رو به زندگی خانواده تو خودتون همینطور هر جایی که هست که برسین. شما پس باید بدونین که زمانی که از امروز ببینیم من مسیحی، من تعمید گرفتم، مسیحی شدم، یعنی من متعلق به مسیح هستم، من مال خودم نیستم، من سفیر مسیح هستم، من نماینده مسیح در این دنیا هستم. آمین. خوشحالین؟ و چیزی که شما الان احتیاج دارین قدرت روح القدسه، چون بدون روح القدس، بدون قدرت روح القدس ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. بعضی از شما توی جلسه ها شرکت کردن، همینطور برادرمون کامیار و بعضی از برادرهایی که ما توی برمن در کی بود؟ دسامبر بود نه؟ یک ماه پیش بود یه سمینار روح القدس رو گذاشته بودیم و اونجا خیلی هستن که تعمید روح القدس رو گرفتم. شهادت تو خیلی عالی، از اون موقع چقدر چیزایی برداشته شد. این آتش روح القدسه که ما رو جدا میکنه از تمام خلقت کهنه که بتونیم موفق زندگی کنیم. به این خاطر ما دوست داریم الان شما رو برکت بدیم، دستگذاری کنیم که الان تعمید روح القدس رو تعمید آب رو گرفتین، الان دستگذاری کنیم که واقعا پر بشین از روح خدا. قدرت خدا رو احتیاج دارین که بتونین موفق زندگی کنین. فقط مهم اینه که قدرت خدا که روی شما میاد و میخواد از شما جاری بشه، نمیتونین نگه دارین، لذت ببرین، تو خونه بشین، بلکه این قدرت میخواد کار کنه و پادشاهی خدا رو جلو ببره. آمین. به این خاطر الان دوست داریم برای شما دعا کنیم و خواهش میکنم میتونیم بیاین جلو و که برای شما دعا کنیم. و کلن میتونم تا این عزیزان میان اینجا بخوام بگم کسانی که الان اینجا هستن هنوز آشنایی با عیسی مسیح ندارن، شاید عیسی مسیح رو عنوان یک پیغمبری میشناسی نه عنوان پسر خدا. همینطور که بیان اینجا دین ردیف، همینطور بیستی، همینطور بیستین. کسانی که اینجا هستن که هنوز با مسیحیت آشنایی ندارن و میخوان با مسیح آشنا بشن، با شخص مسیح آشنا بشن،
این ربطی به قلب تو داره، چقدر واقعا تو مشتاق اینه هستی که واقعا بگم نه با مسیحیت بلکه با خود مسیح آشنا بشی، شخص مسیح آشنا بشی. چقدر تو شنیدی من نمیدونم، چقدر از این حقیقت میدونی نمیدونم، چقدر تو چیزایی که به هر حال دریافت کردی در زندگی خودتون از جامعه‌ای که تو زندگی کردی نمیدونی. فقط امروز خداوند به تو شانس رو میده، میگه که من میخوام خودم رو در زندگی تو خودم رو معرفی کنم، من میخوام اگه با تمام دل به طلبی من میخوام وارد زندگی تو بشم و همینطور این حیات رو به تو، حیات جاودانی رو، این خلقت تازه رو به تو، روح خلقت تازه رو به تو بدم. اگه کسانی اینجا هستن خوب میشه الان میخوام با هم دعا کنیم. به این خاطر همه ما چشمای ما رو ببندیم. مطمئن هستم چند نفر هستن اینجا که هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن و همینطور چشمتو ببندین و بگین که و بقیه که عیسی مسیح رو میشناسن میتونن برای اون عزیزانی که نمیشناسن دعا کنن و کسانی که اینجا هستن میتونن که با مسیح آشنا نداری بگی که عیسی مسیح من هیچ آشنایی از تو ندارم، من فقط شنیدم که تو یک پیغمبری هستی و پیام رو از خدا آوردی، تو رو عنوان پسر خدا نمیشناسم. همین دعا رو بکن و بگو که عیسی من تصمیم میگیرم که قلبم رو برای تو باز کنم، با تمام دل میخوام از تو بیای خودت رو به من معرفی کنی. این دشمنی که به خاطر گناه کار بودن من با خدا هست، من میخوام به وسیله تو با خدای خالقمون آشتی کنم. به این خاطر اعتراف میکنم که گناهکار هستم و کاری که نمیتونم بکنم که عوض بشم و به تو این امکان رو میدم. بهش بگو وارد زندگی من، وارد قلب من بشی و زندگی من رو دگرگون کن. این چیزایی که الان من شنیدم، این خلقت تازه میخوام تو به من ببخشی. از این دنیا از خودم خسته شدم، بیا زندگی من رو دگرگون کن، چشمای قلب من رو باز کن که تو رو ببینم و نجات رو دریافت کنم. این دعا رو میکنم در نام تو عیسی مسیح، آمین.